قسمت 52. کاوه گفت: خدا حفظتون کنه. به به، یه شب کشیدن 3 تا کتاب معنی توشه. ما اگه میخواستیم این چیزا رو که تو این تابلوه بگیم، باید 5000 تا جزوه مینوشتیم تا حرفمونو بزنیم. مرحبا به اون قلمو. بعد برگشت به منو گفت: بهزاد، شبو ببین، مثل زغال میمونه. از بس واقعی کشیدن آدم جلو پاشو نمیبینه. به به، تو خیابون که دیگه اصلا نمیشه شبو دید، همه جا چراغ و روشن. شبو میخوای ببینی؟ این تابلو رو نگاه کن، تاریک تاریک مثل دل سیاه شیطون. فقط ببخشید، این کلاقه چی اینجا؟ اون گوشه تابلو تو تاریکی؟ گلناز گفت: کلاق نیست، یه پرستوه، داره به طرف صبح پرواز میکنه. کاوه گفت: کورشم، حواسم نبود. به به، چه ایدهی، چقدر طبیعی، چه پروازی، چه بالی. وامونده ببین چجوری داره پرواز میکنه، واقعا دست مریزاد. گلناز گفت: بیتا جون، حالا که ایشون از این دوتا تابلو خیلی خوششون اومده، تو ترتیبشو براشون بده که این دوتا مال ایشون باشه. کاوه که هول شده بود گفت: اختیار دارید خانم، من جسارت نمی کنم. حیف این همه بازدید کننده از این دوتا اثر زیبا محروم بشن. گلناز گفت: نه، مسئله ای نیست، شما بعد از نمایشگاه اونا رو تحویل می گیرین. فقط ما زیرشون می نویسیم که این دوتا فروش رفتن. خب با اجازتون من دیگه میرم که به بقیه برسم. کاوه گفت: خواهش میکنم، بفرمایید. گلناز رفت و کاوه هاج و واج مونده بود. بعد از بیتا پرسید: ببخشید بیتا خانوم، حالا قیمت اینا چنده؟ بیتا گفت: قیمت اونطوری که نداره، شما هر مبلغی که بدین در واقع به عالم هنر کمک کردین. من و فریبا که دیگه نمیتونستیم جلوی خودمون رو از خنده بگیریم، رفتیم سر تابلوی بعدی. کاوه همونطور وایساده بود و این دوتا تابلو رو نگاه میکرد. یه خورده که گذشت اومد پیش ما و آروم به من گفت: عجب غلطی کردم، از تابلوهاش تعریف کردم، حالا چقدر باید پول بدم؟ گفتم: بده دیگه، تابلوی اسارت و امیده، هرچی بدی جای دوری نمیره. در واقع به اسرا و ناامیدا کمک کردی، اون دنیا پاد نوشته میشه. کاوه دوباره برگشت جلوی اون تابلو و مات بهشون نگاه میکرد. بیتا گفت: بهزاد، انگار کاوه خان خیلی از این دوتا نقاشی خوشش اومده. من و فریبا یهو زدیم زیر خنده. گفتم: آره آره، الان در گوش من میگفت قیمتشون هر چقدر باشه میارزه. خلاصه شروع کردیم به تماشای بقیه تابلوها، اما کاوه دیگه یک کلمه هم حرف نزد. وقتی میخواستیم بریم، کاوه رفت که پول تابلوها رو بده. تا برگشت گفت: نقره داغ شدم، 100 تومن ازم گرفت. خیر نبینی دختر، آتیش به عمرت بگیره. گفتم: مفته به خدا، کلی اسیر رو آزاد کردی، این همه امید رو خریدی. چند؟ 100 هزار تومن؟ مردم برای یه مثقال امید میلیون میلیون پول خرج میکنن. حالا بگو ببینم، بازم نظر دینه که اون نقاشی 13 بدره؟ کاوه گفت: آره جان تو، مثل اینه که مردم اومدن توی باغ و 13شون رو بدر کردن و رفتن و یه عالم آت و آشغال و پوست هندون ریختن زمین. گفتم: تعریف کردن این چیزا رو هم داره دیگه. کاوه گفت: لال شه این زبونم، لامصب امون نداد حداقل بگم که از یکیش خوشم اومده که کمتر پول بدم. چه بلا گرفته ای بودین گلناز خانوم. گفتم: آتیشا رو تو سوزوندی کاوه، حالا بی بریم دیگه. کاوه گفت: آره سوزوندم، اما خودم هم سوختم. وقتی داشتیم از نمایشگاه بیرون می اومدیم، 2 تا تابلوی بسته بندی شده دادن دست کاوه. از گلناز خانم خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون. تو خیابون که رسیدیم کاوه گفت: اسم این دوتا چی بود؟ گفتم: امید و اسارت. کاوه یکی از تابلوها رو داد دست من و گفت: بیا بهزاد، امیدو تو ببر، اسارتو خودم میارم. دستشو بگیر نیفته تو جوب آب. اصلا نمیخواد، امید شیطونه، یه دفعه میپره وسط خیابون میره زیر ماشین. امیدو خودم میارم، بیا تو اسارتو ببر، سربراتره. فریبا مرده بود از خنده.
گفتم زشت کاوه بیتا میشنوه. کاوه گفت اون فلان داره خدافزی میکنه. فریبا گفت مگه قرار نبود این تابلو رو بعد از نمایشگاه بدن؟ کاوه گفت گلناز خانم ترسیدم پشیمون بشم و بیام پولمو پس بگیرم. بعد یه نگاهی به تابلو کرد و با یه حالت غمگین گفت حالا من این دوتا بچه رو بی مادر چطور بزرگ کنم؟ بی تو هم اومد و چهارتایی رفتیم طرف ماشین کاوه سوار شدیم و حرکت کردیم. بی تو گفت اصلا فکر نمی کردم که کاوه خان اهل هنر باشن. کاوه گفت هستم بی تا خانم. اصلا ما خانواده ی اهل ذوق و هنریم. پارسال بود که بابام یه لنگ جوراب میکلانجو توی یه حراجی خرید 3 میلیون تومان. تازه کشش هم در رفته بود. همه خندیدیم و کاوه آروم به من گفت این بیتا خانوم حالا هی هندونه زیر بغل من میذاره. بیتا گفت اتفاقا تا چند روز دیگه یکی از دوستای دیگه هم نمایشگاه ظروف سفالی داره. کاوه خان حتما خیلی خوششون میاد. کاوه گفت من به گور پدرم میخندم. ظروف سفالی میخوام چیکار؟ مگه سمساری وا کردم؟ همون ظروف ملامین جهاز مامانم از سرم هم زیاده. من امید و اسارت رو که زاییدم بزرگ کنم شاهکار کردم. بیتا گفت نکنه پشیمون شدین که این تابلوها رو خریدین. کاوه گفت پشیمون شدم؟ تازه میخواستم فردا صبح تنهایی بیام و یه دل سیر بقیه تابلوها رو نگاه کنم. شاید اصلا تمام نقاشی ها رو خودم خریدم. بیتا گفت پس چرا زود از نمایشگاه اومدین بیرون؟ اونجا تا یه ساعت دیگه هم باز بود. میخواین برگردیم؟ کاوه گفت غلط کردم. خیلی ممنون. خودم بعدن تنهایی میرم. الان گرسنمه. با شکم خالی که نمیشه مفهوم هنر رو فهمید. میخوام ببرمتون یه جایی که هنر هشتمو بهتون نشون بدم. بیتا گفت هنر هشتم چیه؟ کاوه گفت یه مغازه جیگرکی اینجاست که یه یارو صاحبشه جیگر میبره با چاقو اندازه یه تار مو آدمی زاد. بعد همچین به سیخ میکشه که انگار این جیگر رو با لیزر سوراخ کردن. باور کنی ژاپنی با تمام تکنولوژیشون نمیتونن اینطوری این جیگر نازکو به سیخ بکشن. بیتا گفت اتفاقا همین گلناز یه روز خونهشون گوسفند کشته بودن. جیگر درست کرده بود چقدر عالی. اونم خوب جیگر به سیخ میکشه. کاوه گفت بله بله. امشب متوجه شدم. جیگر من یکی رو که خوب به سیخ کشید. دو تا سیخ کرد تو جیگر من. سیخی 50,000 تومان. این دفعه خودشم خندش گرفت. خلاصه چهارتایی رفتیم شام و یه جا خوردیم و برگشتیم خونه. بیتا خداحافظی کرد و با ماشین رفت و فریبا هم خداحافظی کرد و رفت بالا. موندیم من و کاوه. گفتم میای پیش من؟ کاوه گفت آره یه ساعتی هستم بعد میرم. دوتایی رفتیم تو. بخاری رو روشن کردم و کتری رو گذاشتم روش. کاوه گفت تو حالت خوبه؟ گفتم ای بد نیستم. کاوه گفت واسه سرگرمی شما امشب 100,000 تومان پیاده شدم. گفتم کاوه تو چرا انقدر خودتو معذب میکنی؟ نشست و یه نگاهی به من کرد و گفت اولا که رفیقی ما از قصه خوردنت قصه میخورم. بعدشم توی این جریان خودمو مسئول میدونم. گفتم تقصیر تو نبوده که این چیزا باید اتفاق میافتاد. ناراضی نیستم. شاید اینطوری بهتر باشه. حداقل میدونم کسی که دوستش دارم راحته و اینجوری دلش میخواد. کاوه گفت بهزاد به خدا من نیتم خیر بود. دلم میخواست تو سر و سامون بگیری. چه میدونستم اینطوری میشه. خدا منو مرگ بده که باعث همه اینا من بودم. گفتم خودتو ناراحت نکن کاوه جون. از اولش هم من و فرنوش با هم جور نبودیم. من نمیتونستم اونو خوشبخت کنم. برای همینم خودم کنار کشیدم. حالا هم طوری نشد. خیال میکنم همون روزای اول و از سر راهش رفتم کنار. در واقع اگه همون دفعه که تو خیابون تنهاش گذاشتم و رفتم دنبالم نمیومد همه چیز تموم شده بود. تو هم دیگه خودتو ناراحت نکن. کاوه گفت هنوز دوستش داری؟ با اینکه میدونی که ولت کرده و رفته؟ گفتم خیلی شدید. باور کن یکی از چیزایی که الان آرومم میکنه
اینه که میبینم راحت تونسته منو فراموش کنه. من برای دل خودم دوستش دارم. نمیدونم میفهمی یا نه. عشق که زیاد بود دیگه این حرفا معنی نداره. کاوه گفت میفهمم. تو رو من میشناسم. از اون دلت خبر دارم که چقدر پاکه و بزرگ. اگه جای تو بودم طرف از چشمم میافتاد و دیگه ازش بدم میومد. خیلی عصبانی می شدم که اینطوری گذاشته و رفته. گفتم فرنوش چیزی به من بدهکار نبود. تصمیم درستی گرفت. اما می دونی هنوز نمی تونم باور کنم. برام خیلی عجیبه یه دفعه بی مقدمه بذاره بره خارج. دلم گواهی درست نمی ده. رفتنشو باور نمی کنم. وجودشو خیلی نزدیک حس می کنم. کاوه گفت خب دنیا زیاد بزرگ نیست. هر لحظه که دلت بخواد چند ساعت بعد اینجاست. گفتم نه متوجه نیستی. فرنوش به من خیلی نزدیکتر از این حرف هست. حتی میخوام بهت بگم که تو همین اتاقه. کاوه گفت به خاطر اینه که خیلی دوستش داری. ولی بهتره که فراموشش کنی. باید تو هم مثل اون راه خودتو بری. گفتم کاوه به نظر تو فریبا همه چیزو به من گفته؟ کاوه گفت در چه موردی؟ گفتم تلفنی که فرنوش بهش زده. کاوه گفت آره، لزومی نداره چیزی رو ازت پنهان کنه. نهایت کار همین بود که بهت گفت، یعنی اینکه طرف نمیخواد چیزی در مورد تو بشنوه یا بدونه. گفتم نمیدونم والا چی بگم، فعلا که من موندم و هزار تا خاطره. کاوه گفت تو موندی و کلی پول نقد و یه خاطره. اونم خاطره کسی که به یادت بود و برات این پول رو به ارث گذاشت. استاد فلانو میگم ها. بقیه دیگه زیاد اهمیت ندارن. تو هم قضیه رو بزرگش نکن. یه دختری بوده چند وقتی اومده تو زندگی تو رفته. مگه کل قضیه چند روز بود؟ فراموش کن دیگه. گفتم صحبت روز و ماه و سال نیست. مگه من چه مدت بود که استادو میشناختم که یه دفعه همچین کاری برام کرد؟ گاهی پیش میاد که دو نفر برای اولین بار همدیگر رو میبینن، اما انگار که یه عمر دنبال همدیگه میگشتن و تازه به هم رسیدن. دیگه این آشنایی صحبت روز و ماه و این حرف توش نیست. حرف یکی شدن و یکی بودنه. بگذری تو پاشو برو دیگه خسته ای. کاوه گفت میخوای امشب پیشت بمونم؟ گفتم نه برای چی؟ خوبم جان تو برو. بلند شد و صورتم و ماچ کرد و رفت. وقتی در رو پشتش بستم تمام اتاقم بوی فرنوش رو گرفت. گردم بندی رو که یادگاری به هم داده بود لمس کردم. عشق فرنوش به من کم نشده بود. این حس خیلی قوی درونم رو پر میکرد. رفتم سراغ نواری که فرنوش به هم داد. پاره شده بود. دستم که بهش خورد تمام قلبم رو عشقش گرفت. زود بازش کردم و اون قسمت نوار رو درست کردم. روش نوشته بود برای تو بهزاد. گذاشتمش تو ضبط صوتی که برام خریده بود. چراغ خاموش کردم و ضبط رو روشن. بهزاد، اگرچه این آهنگ در مقابل عشقم به تو خیلی کمه، اما با عشق برای تو ساختم. دوستت دارم برای همیشه. چند روز بعد کار معامله تموم شد. کاوه و پدرش یه قیمت عادلانه برای اموال گذاشتن و بیتو هم یه قرارداد خوب برام نوشت و همه چیز تموم شد. حدود 470 میلیون تومان سهم من شد که گرفتمش و گذاشتمش بانک. کاوه پیله کرده بود که یه آپارتمان برای خودم بخرم. عصر همون روزی که پولو گرفتم کاوه اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه فریبا. بیتو هم اونجا بود. رفتیم تو خونه و بعد از سلام و خوشو بش نشستیم و فریبا برامون چای آورد. کمی که گذشت کاوه شروع کرد. گفت خب به سلامتی این قضیه هم تموم درست شد و پولو گرفتی. خدا رحمت کنه استادو، روحش شاد. حالا اومدیم سر اصل مطلب. میخوای چیکار کنی بهزاد؟ گفتم نمیدونم والا. کاوه گفت به نظر من اول از همه باید یه آپارتمان بخری.
بزرگ و خوب. یه ماشین شیکم باید بخری. چطوره؟ گفتم خوبه، اما آپارتمان بزرگ لازم نیست. یه کوچولو هم باشه خوبه. کاوه گفت آپارتمان کوچیک چیه؟ دل آدم توش میگیره. گفتم آخه کاوه جون، باید فکر نظافت و تمیزیشم کرد. من یه آدم تنهام، نمیرسم که یه خونه بزرگ و ضبط و ربط کنم. کاوه گفت قربونه اون فکرت برم، از اول زندگی مثل یه زن جا افتاده فکر میکنی. همه خندیدیم. کاوه گفت برای همین میخوام برات یه آپارتمان بزرگ بخرم دیگه. چند وقت گذشت، نتونستی تمیزش کنی، به فکر زن گرفتن بیفتی. بیتا گفت ببخشید کاوه خان، با استخدام یه خدمتکارم میشه ترتیب نظافتی آپارتمانو داد، چه احتیاجی به ازدواج؟ کاوه گفت یعنی شما میفرمایین این بهزاد و زن ندیم، بلش کنیم همینطوری یالقوز بگرده؟ بیتا گفت من با ازدواج کردن بهزاد مخالف نیستم، اما برای ازدواج نظافت یه خونه نمیتونه دلیل خوبی باشه. کاوه گفت کاملا درسته، پخت و پزم روش. این طفلک به قدقد افتاد از بس تخم مرغ خورد. من و فریبا خندیدیم. بیتا کمی عصبی شد و گفت عالیه، نظافت و پخت و پز، مفهوم زن برای شما همین است؟ یعنی شما وقتی خونتون کثیف میشه و غذا ندارین بخورین یاد ازدواج میافتین؟ یعنی یه زن غیر از این کارا کار دیگه ای ازش ساخته نیست؟ کاوه گفت این حرفا چیه بیتا خانوم؟ اینا رو منباب مثال و شوخی گفتم، وگرنه کی میتونه نقش یه زن رو در زندگی ندید بگیره؟ من خودم طرفدار حقوق خانوم هام، برای شما سوء تفاهم شده. بیتا گفت خوشحالم از اینکه شما توانایی های خانوم ها رو فقط در نظافت و پخت و پز نمیبینین. کاوه گفت اختیار دارین، این دوتا که گفتم فقط یه چیزای کوچیکی از کارهای یه خانوم خونه داره. جونم براتون بگه ظرفشویی هست، رخت چرکا هست که باید شسته بشه، پرده هست، شیشه هست، جاروی خونه هست، خونه تکونی شب عید، بچه داری، اینا میدونین هر کدوم چقدر کار داره؟ به زبون راحت میاد. بیتا که خیلی عصبانی شده بود گفت کاوه خان دارین شوخی میکنین یا جدا نظرتون در مورد ازدواج و حقوق خانوم ها اینه؟ کاوه گفت بابا شوخی کردم، اصلا من نمیفهمم ما اومدیم این بهزاد بدبخت رو راهنمایی کنیم یا اینجا میزگیر تشکیل بدیم در مورد تساوی حقوق زن و مرد. گفتم بیتا خانم شما هنوز این کاوه رو نمیشناسین، این حرفا شوخیه. کاوه گفت آره بابا شوخی میکنم، وگرنه من خودم چند شب پیش عیناً توانایی خانم ها رو به چشم دیدم. همین گلناز خانم دوستتون رو میگم، دیدین چه توانایی داشت؟ بابای من که 40 سال کاسبه، به خدا اگه میتونست این دوتا تابلو رو 20,000 تومن بفروشه. ایشون با توانایی خاص و مهارت بی نظیر 100,000 تومن کرد تو پاچه من. بیتا گفت کاوه خان از شما توقع نداشتم. گفتم کاوه میتونی یه دقیقه آروم بشینی؟ فریبا گفت بیتا جان کاوه اخلاقش اینطوریه، به خدا منظوری نداره، فقط شوخی میکنه. کاوه گفت بیتا خانم جدن باور کردین؟ بیتا گفت خب آدم بهش بر میخوره دیگه. کاوه گفت داشتم شوخی میکردم، باور کنین تابلوها رو که خریدم همون شبونه میخ و چکش برداشتم و رفتم تو اتاقم، اسارت رو زدم بالا سر تختم، امید رو زدم روبروش. حالا صبح که بلند میشم از خواب امید رو میبینم، از خونه میزنم بیرون. شب که برمیگردم چشمم به اسارت میفته و صف میرم تو رخت خواب. باور کنین بیتا خانوم بدون امید و اسارت زندگی برای من ارزش نداره، اصلا پوچه. تو چشماش خنده رو میدیدم، اما به قدر جدی با بیتا صحبت میکرد که بیتا ازش تشکر کرد. بیتا گفت خیلی ممنون کاوه خان، احساس میکردم که شوخی میکنین. کاوه گفت بله که شوخی کردم، اصلا میدونین چیه؟ یه آپارتمان واسه بهزاد میخریم اندازه یه قربیل، یه ماشین لباسشویی میندازیم یه گوشه اش، یه جارو برقی هم واسهش میخریم، ولش میکنیم به امون خدا، زنش هم نمیدیم، ولش کن بذار همجوری یالقوز بمونه. اینقدر زنو چه میفهمه؟ زنو با ماشین لباسشویی و جارو برقی و گاز اشتباه گرفته.
بعد رو به من کرد و گفت تو فکر کردی زن کلفته که استخدامش کنی واسه نظافت خونه و پخت و پز؟ همین امثال شماها هستن که نمیذارن این مملکت ترقی کنه دیگه، مردی که بی فرهنگ. بعد رو به بیتا کرد و گفت باور کنین اگه من زن گرفتم این همسرم رو میبرم مینشونم روی یه مبل بالای اتاق، یه متکا میذارم زیر پاش که راحت پاشو دراز کنه، یه باد بزن میگیرم دستم میشنم بالا سرش باد میزنم. تا کی؟ تا ظهر. ظهر میپرم یه تکه پا به دفترم و زود برمیگردم خونه، دوباره میشینم بالا سرش مفصل بادش میزنم. گور پدر کار. بابامم که وضعش خوبه، چشمش گور، دندش نرم، خرجمو بده. بیتا و فریبا خندیدن. بیتا گفت اونطوری هم خوب نیستی که کاوه خان، همسرتون لوس میشه. کاوه گفت فدای سرش که لوس شد، مگه من مثل این بهزادم؟ با این افکارش هنوز دو دوران جاهلیت سیر میکنه. میگن کوکو از روغن گل میکنه، زن از شوهر. باور کنی نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنه، نه شست و شو، نه رفت و روب، نه پخت و پز، هیچی. سر یه سال اگه بیاین و زنمو ببینین شده مثل یه گفت قلقلی، تو پلو گرد قلمبه. همه خندیدیم و من گفتم اون وقت کارای خونتونو کی میکنه؟ کی براتون غذا میپزه؟ کاوه گفت تو حرف نزن مرد بیرحم و سنگ دل، واسه سیر کردن شکمت میخوای این خانوما رو استثمار کنی؟ کارت به شیردونت بخوره، مردی که جبار زورگو. فریبا گفت راست میگن بهزاد خان، پس کاراتونو کی میکنه؟ کاوه گفت یه زن دیگه میگیرم که کاری اون یکی رو بکنه، همینطوری میره تا آخر. گفتم خب این همه به زنات میرسی به چه دردت میخوره؟ کاوه گفت زنام همه چاق و چله میشن، هر کدومشون میشن مثل یه توپ بسکتبال، قلقل میخورن از این اتاق میرن اون سر اتاق. گفتم اون وقت هی میخورن به هم دیگه که؟ کاوه گفت چه عیبی داره، میشه این بازی بیلیارد، سر سال مغازه توپ فروشی وا میکنم. بعد شروع کرد به خوندن و گفت زن باید توپول باشه سفید و خوش اخلاق، سفید و خوش اخلاق. مرد باید بیریخت باشه زشت و سگ اخلاق، زشت و سگ اخلاق. بیتا گفت کاوه خان فریبا که چاق و توپل نیست. کاوه گفت تلمبه میخرم بادش میکنم چاق شه. همه خندیدیم. فریبا که تا کاوه دهن باز میکرد قش و ضعف میرفت. خلاصه قرار بر این شد که از فرداش بریم دنبال خرید آپارتمان. همون شبم چهارتایی شام رفتیم بیرون. بیتا خیلی با من مهربون بود، دختر فهمیده‌ای بود و خیلی مصمم، چهرشم خیلی شیرین و بانمک بود. کاوه همون شب سنگ تموم گذاشت و اونقدر ماها رو خندوند که دلمون درد گرفت.